در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شفیع قطعی، معاون اتاق جرأت و صنایع. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام. ممنون. آقای عطایی، چرا امسال با وجود که برنامه های مفید آنچنان که اتاق تجارت میگه که بخاطر جذب سرمایه گذاری ها عملی شده، اما پیشرفت چندان در این بخش وجود نداره؟ علتشون شما در چی میبینین؟ منم یاد خدا، سلام بر شما بیننده های محترم تلویزیون. خب بدون شک یک سلسله اقدامات و ابتکارات زیربنایی و اساسی از جانب حکومت هم در خصوص جلب و جذب سرمایه گذاری و رشد سرمایه گذاری در افغانستان برداشته شده، که اگر نگاهی بیندازیم به بحث‌های اساسی و ابتکاراتی که حکومت در زمینه داشته، ولی با آن هم ما شاهد رشد یا افزایش میزان سرمایه گذاری در سال جاری نبودیم. خب البته یکی از دلایل بسیار اساسی و مهم که عمده ترین دلیل میتونه موضوع امنیت باشه، به عنوان یکی از عواملی بسیار دیرپا در شرایط افغانستان و همیشه تاثیرگذار بوده در عرصه‌های گوناگون، مخصوصا بخش خصوصی و بخش سرمایه گذاری خصوصی با اقتصادی بسیار زیاد تاثیرگذار بوده، که باعث شده ما حتی شاهد فرار سرمایه از افغانستان باشیم و از جانب دیگر نتونیم سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان داشته باشیم. در پهلوی امنیت، بحثی بروکراسی و دیوان سالاری و پروسیجرهایی که هنوز از جانب ادارات متعدد حکومتی مریال اجراست، این هم از بحث هایی است که گاهی دامنگیر است. و همچنان در ضمن من میتونم اشاره بکنم به بحث نبود شفافیت در روندهایی به اصطلاح در روندهایی که بیشتر طرف خصوصی در اونجا درگیر هست. اینا از بحث هایی هستند که تاثیر میگذاره مستقیما بالای رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری در افغانستان. بله آقای عطایی، میخوام بپرسم که اکنون حکومت میتونه چگونه از سرمایه گذاری ها جذب کنه با وجود که چالش های وجود داره؟ شما هم اشاره کردین و راهکارهایی هم که از طرف حکومت روی دست گرفته شد تا اینا بتونن که سرمایه گذاری رو در بخش های مختلف جذب بکنن، اکنون میتونه چی راهکار در این بخش سودمند باشه؟ خب بدون شک در تمام عرصه اگر شما نگاه بکنین، حکومت پالیسی ها و قوانین خوش برای تطبیق و راه اندازی برنامه های اقتصادی خود داره. البته چیزی که در اینجا بسیار مهم و اساسی هست، سکتور خصوصی نیازمندی به اصطلاح تامین امنیت و جانشان است، نیازمندی در شرایط جنگی افغانستان نیاز جدی داره تا اینکه بازار مصرف برای خود در افغانستان فراهم بکنه و از جانب دیگه بتونه صادرات بکنه. در بلند مدت در پهلوی تضمین جان و مال بحث بسیار اساسی دیگه تشویق است، مشاوقا هست، شرایط به شیوه اما هنگ شده و فراهم شده که باعث دلسردی و فرار سرمایه گذار و تاجر نشه. یعنی هنوز هم حکومت نتانسته که امنیت جانی و مالی را بر سرمایه گذاران فراهم بکنه؟ خب بدون شک به شما بهتر معلوم است وضعیت امنیتی و وضعیت کلی در افغانستان چندان وضعیت مطلوب نیست برای سرمایه گذاری و این مشکلات چه داره، هرچند گام هایی برداشته میشه و این گام ها خیلی هم بی نتیجه و کمتر مؤثر بوده روی روند سرمایه گذاری در افغانستان. البته چیزی که بسیار مهم است سرمایه گذاری خارجی و حمایت سرمایه گذاری خارجی به شیوهی که ما بتونیم امنیتی از اونها رو تامین بکنیم و از جانب دیگه پروسه های بسیار بروکرات و دیوان سالاران ما برداریم، پروسه ها رو بسیار تحصیل بکنیم. هنوز پروسه ها دچار یک وضعیت بسیار خطرناک هستند که بیشتر سرمایه گذار آسیب میزنه از نظر وقت، از نظر هزینه و بسیاری بحث های دیگر. اینا کلا تاثیر گذار است روی بحث سرمایه گذاری در افغانستان. و از جانب دیگر اگر نگاه بکنیم شرایط افغانستان و مردم افغانستان، بازار مصرف به حد پایین در واقع تنزل یافته که از مصرف کننده توانایی به اصطلاح استعمال محصولات را ندارن. حالا محصولات وقتی که وارد افغانستان میشه، در افغانستان تولید میشه، بدون شک خب تنها بازاری که داره مردم افغانستان است و مردم افغانستان هم وضعیت اقتصادی بسیار خراب دارن. وضعیت اقتصادی بدون شک تاثیر میکنه بالای رشد سرمایه گذاری در افغانستان. البته بحث های و مطالب دیگری هم هست در خصوصی مطلب که اگر شما نگاه بکنین، ما پی پی داریم، پروژه های پی 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 هرچی زودتر به بهره برداری سپرده شود، در اختیار سکتور خصوصی قرار داده شود. البته شرکت هایی که مشترک با جانب خارجی که تجارب هنگف در سکتورهای مختلف اقتصادی اینا کار کردن در کشورهای دیگر، طوری با اینا برخورد شود که ما بیشتر بخش وسیحی از این گونه سرمایه گذاری ها در افغانستان داشته باشیم. اینا جدا تاثیر میکنه روی وضعیت رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری در افغانستان.
آرام آرام میزان سرمایه گذاری در افغانستان افزایش پیدا میکنه. البته یک نکته ای را که من خدمتتون عرض بکنم، صادرات افغانستان فعلا در حال رشد است. حداقل در 6-7 ماه اخیر ما بیشتر از 600 و چند میلیون دلار تا حال صادرات داشتیم و پیش بینی ما همیست که تا 20 تا 30 تا 35% تا ختم سال جاری ما شاهد رشد صادرات در افغانستان باشیم. البته در بحث و مواقع ما شاهد دستاوردهای هم هستیم که دستاوردها بدون شک قابل تعامل است. البته بعض سرمایه گذاری که بیشتر ارتباط میگیره به تسهیل بودن و سهل بودن و ساده بودن پروسیجرها، امنیت که همونطور گفتم یکی از عوامل بسیار دیرپا و جدا آسیب صدمه میرسونه به سکتور خصوصی و سرمایه گذاری. و همچنان اگر نگاه بکنیم به بحث‌های زیربنایی، در قسمت زیربنا اگر شما نگاه کنین، راه لاجورد هم افتتاح شد، بندر چابهار هم به نحوی از آنها سکتور خصوصی ازش استفاده میکنه، بحثی دهلیزی هوایی هست. ولی هنوز هم در افغانستان با توجه به شرایط و وضعیت فعلی که بدون شک نگران کننده هست و این باعث میشه که سرمایه از افغانستان فرار بکنه و نه تنها که فرار بکنه، بدون شک ما نمیتونیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم. شما آمار دارین که در جریان امسال چقدر سرمایه گذاری صورت گرفته، چقدر داخلی و چه هم خارجی؟ البته یک نکته که ما میخوایم اینجا اشاره بکنم، خوشبینی ها و علاقمندی بسیار برای سرمایه گذاری در افغانستان در سکتور انرژی، در سکتور معادن و حد زیادی وجود داره. ما حداقل در چند ماه اخیر شاهد میزبانی از سرمایه گذارهای چینی بودیم، چینایی بودیم، از سرمایه گذارهای هندی بودیم که اینا آمدن افغانستان. همونطور شما در جریان هستین، یک سال سرمایه گذارهای کشورهای خلیج، اینا علاقه مندی سرمایه گذاری در افغانستان را دارن. رقم مشخصش من فعلا در ذهن ندارم، ولی ما میتونیم بگوییم که به حدی که توقع میرفت تا ما شاید یک سرمایه گذاری کلان در افغانستان باشیم و این در واقع دیگرگون کننده باشه در حوزه کار و بار و فعالیت و اشتغال زایی، چنین چیزی رو ما شاهد نبودیم. آقای تو اگر به همین قسم به پیش بره و حکومت افغانستان و ناتوهایی که در این بخش کار میکنن نه تنها که سرمایه گذاری های مختلف و چه داخلی و چه هم خارجی در بخش های گوناگون اینا جذب کنن، واقعا میتونن چقدر نگران کننده باشه؟ خب در حال حاضر شما نگاه بکنین، فقر کاملا بیداد میکنه، اشتغال زایی، بازار اشتغال و کار بسیار ضعیف است و این آرام آرام بیشتر همین گراف مثلا فقر بالا میبره و از جانب دیگه میزان کاریابی رو برای مردم، برای کسایی که میتونن در بازار کار بکنن و این جدا تاثیرگذار و از جانب دیگه در کل باعث یک نوع رکودی به اصطلاح زمینی میتونیم در عرصه اقتصادی افغانستان باشیم. چون بحث بسیار اساسی در رشد و توسعه اقتصادی مبنا و اساسش سرمایه گذاری تشکیل میده. توجه به سرمایه گذاری نشد، چی در بخش صنعت، چی در بخش تولید، چی در بخش های متعددی دیگه، مخصوصا ما فرصت های سرمایه گذاری بسیار طلایی داریم در سکتور معادن، در سکتور زراعت، منابع طبیعی و زیرزمینی و اینا، به اینا توجه شود و این توجه بالا در سکتورها بدون شک زمینه را برای هم اشتغال زایی و هم برای رشد و توسعه اقتصادی در بلند مدت میتونه فراهم بکنه. بله، تشکر آقای تو، سپاس از اینکه به برنامه عضو یافتین. خیلی سپاس.